خب یه سلام دوباره عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که اوقات به کام بوده باشه. اومدیم یه درس دیگه غذاهای رژیمی رو بهتون بدیم. قبل اینکه این غذا رو بهتون یاد بدم، خب نصف رژیم گرفتن تغذیه است، نیمیش ورزش کردنه و نصفیش حل و فصل کردن مسائل ذهنیه. بیایید از امروز به خودمون قول بدیم که بی هدف در یخچال وا نکنیم. یعنی چی بی هدف در یخچال وا نکنیم؟ با تلفن داریم صحبت میکنیم، داریم راه میریم، یه در یخچال وا میکنیم، میریم یه مرکه در یخچال باز میکنیم، دنبال هیچی هم نیستیم. پس دیگه از امروز تصمیم میگیریم که دیگه بی هدف در یخچال باز نکنیم. اصلا اگه بخوایم قاطع تر بشیم، تا غذا نخوایم درست کنیم دیگه توی آشپزخونه نمیاد. خب امروز میخوام بهتون اسپاگتی کدو رو آموزش بدم. یکی از غذاهای خیلی خوشمزه است، نه تنها اینو ویجیتریان ها میخورن بلکه شما میتونید استفاده کنید. من اسپاگتی کدو رو بهتون یاد میدم طریقش چطوره و اینکه از قارچ هم به عنوان پروتئین داخلش استفاده کردم که پروتئین هم داشته باشه. من بهتون گفتم 30 تا درس بهتون آموزش میدم، با اینا میتونید برای خودتون برنامه بذارید و هر روز یه غذا درست کنید. بعضیا فکر میکنن رژیم گرفتن یعنی که یه غذا ساده خوردن. اصلا معنا و مفهومش این نیستش. رژیم گرفتن یعنی تصحیح اون پروگرام غذایی که برای خودتون دارید. ما فقط میخوایم درستش بکنیم و مطمئنم که از خوردن این غذاها هیچ وقت خسته نمیشید. اینا غذایی هستن که حتی بخواید توی رستوران هم سفارش بدید، آماده است که براتون درست بکنن، ولی ما خیلی سالمتر و سلامتترش رو بهتون آموزش میدیم. مواد لازم این برای سس اسپاگتی کدوه به اندازه تقریبا 250 گرم گوجه رنده شده یا خرد شده. حالا من رندش کردم و مقداریش هم خرد شده داخلشه. به اندازه یک پیمونه هم نخود فرنگی نیاز داریم، 3 دونه قارچ نیاز داریم، نصف یه فلفل دلمه، اینم برگای ریحونه که اینجا من دارم و 2 دونه هم کدو. اینم دستگاهیه که من باهاش اسپاگتی کدو رو آماده میکنم و کدومو باهاش چرخ میکنم. خیلی ساده است. ادویه هم فقط فلفل سیاه داریم. یه مطلبی رو بهتون بگم دیگه، جای چاشنی ها رو باید عوض بکنید. یعنی چی جای چاشنی ها رو عوض بکنیم؟ بیایم به جای نمک از آب لیمو استفاده بکنیم. آب لیمو هم خودش طعم دهنده قویه. اگه آب لیمو رو تو اکثر غذامون استفاده کنیم، اینو باور داشته باشید که بعد یه مدتی جای نمک رو براتون میگیره. نیاز به داشتن نمک تو برنامه غذایی فقط یه اعتیاد ذهنیه، چیزی بیشتر از این نیستش. فقط کافیه که یه جایگزین براش بذارید، بعد مدتی براتون تبدیل به عادت میشه. خب من اینو شروع میکنم و بهتون میگم چی کار کنید. بعد درست کردن سسش نیاز به قابلمه کوچیک داریم و برای اسپاگتی هامون هم من آب گذاشتم جوش بیادش. خب قارچامونو به اندازه خیلی کوچیک خوردش میکنیم. یه قارچ رو اوسط دو نصفش میکنیم به این شکل و این نصفه ها رو هم به صورت حبه‌قندی خوردش میکنیم. زیادم نمیخوام نازک بشه چون خیلی سریع آب میشه. حالا یه چیز در مورد این رژیم غذایی بهتون میگم، هر مقداری که دوست دارید شما میتونید از این غذا میل بکنید، هیچ لیمیتی وجود نداره. هر مقداری که بخورید تا سیر بشید. این 1% هم شما رو این غذا چاق نمیکنه. بعضی ها میگن ما باید کم بخوریم، ما باید تو وعده غذاییمون. فقط من تنها چیزی که بهتون میگم، حد المقدور اگه میتونید از نون و برنج دوره‌ای که رژیم هستید استفاده نکنید، شکر رو کنار بذارید. اگه حواس شیرینی کردید میتونید از کاکائو تلخ استفاده بکنید، بالای 70% باشه که خودش کمک میکنه به چربی سوزی. خب این از قارچامون، میام سراغ ریحونمون. ریحونمونم ریز ریز خوردش میکنیم. این یه غذای کامل و خوشمزه. قدیما همه فکر میکردن هر کی که رژیم میگیره دیگه نباید غذا بخوره. این بزرگترین اشتباهیه که یه شخص میتونه انجام بده. تو تمام وعده‌های غذایی هم که من بهتون آموزش میدم، حتما یه قاشق روغن زیتون بریزید. اگه تو دوره رژیمتون از روغن زیتون
یا سنجد استفاده نکنید، توی طولانی مدت ممکنه مشکلات خیلی زیادی براتون به وجود بیه. میام سراغ فلفل دلممون. فلفل دلمه را به صورت نگینی خیلی ریز خوردش میکنیم. اینم از فلفل دلمه. خب کنارش هم نخود فرنگی رو داریم و تمام این مواد رو اول به این شکل سوسمون رو میریزیم و بعد فلفل دلمه و برگه های ریحون و قارچمون، نخود فرنگیمونم از قبل پخته شده است و آماده است. من به صورت کنسروی تهیه کردم. البته داخل کنسروا همتون میدونید که پرزرواتیو وجود داره، حتی المقدور اگه بتونید از مواد تازه استفاده بکنید خیلی بهتره. خب این موادی که من درست کردم برای سس روشه، اینو روی تاپش میریزیم ما. و کمی هم فلفل سیاه برای عطر و بوش بهش من اضافه میکنم، نه زیاد، به اندازه که فقط عطرش محسوس بشه. خب حالا من اینو میذارم رو گاز داغ میشه و دوباره خدمت میرسه. خب این دستگاه همه جا دیگه هست، فکر میکنم همه جا دنیا هستش. بخواید میتونید آنلاین بخرینش، برای خیلی از غذاهای رژیمی خوبه که استفاده کنیم. خب کدو رو من شستم. خب این کدوهایی که تو استرالیا هست اینا با پوستم واقعا خوشمزه است، اصلا نیازی نیست که پوست بکنینش. خب اینو به این صورت به صورت رشته‌ای در میارم که حالت اسپاگتی به خودش بگیره، میبینید باریک و بلند، ولی من نمیخوام خام اینو استفادهش بکنم. اون آبو گذاشتم جوش بیاد، میریزمش داخل آبکشم و در انتها بهتون میگم به چه شکل باید بپزینش. مطمئن باشید که با گرفتن این رژیم دچار لرزش یا دچار هیچ سایت افکتی نمیشید. خیلی ها رژیم ها سخت میگیرن دچار لرزش بدن، لرزش دست میشن، ولی این اصلا به این شکل نیستش. فقط این دستگاه استفاده میکنید باید فشار رو به یک اندازه به این دستگاه وارد بکنید، چون بعضی وقتا بعضی قسمت ها بزرگ میشه و بعضی قسمت هاش نازک میشه. دو تا کدو فکر میکنم برای یه نفر با سوسی که زدیم کاملا اندازه باشه. شما این غذا رو میتونید سیر سیر بخورید، به اندازه که دیگه جا برای غذا خوردن نداشته باشید. من تمام غذاهایی که بهتون آموزش میدم تو این دوره هر مقداری که دوست دارید شما استفاده بکنید، اصلا نگران این نباشید که چقدر باید غذا رو بخورید. خب دیگه الان شما حجم این غذا رو خودتون میبینید که چقدره. این کنار میذاریم. اینا رو توی آبکش فلزی ببینید، حتما این آبکش رو تهیه کنید. من چند تا درس فکر میکنم 7-8-10 تا درس ما با این آبکش فلزی کار داریم. تنها زمانی که الان ببینید اینو من سوسم رو گذاشتم، فقط سوسم کافیه که یه قول بخوره، زیاد نمیخوام بپزه. اینم آب جوش من از قبل آبو گذاشتم جوش اومده، اینو به این شکل میذارم داخلش و آب میاد بالا. دقیقا به مدت 2 دقیقه من میذارم داخل آب جوش بخوره و بعد سوسم رو بهش اضافه میکنم. این غذا آماده میل کردنه. بعد اینکه غذا آماده شد براتون دوباره فیلم میگیرم و بهتون نشون میدم چیکار باید بکنم. خب بعد 3 دقیقه من کدوهامو در آوردم. ببینید کدوهامو در آوردم، کاملا پخته و نرم شده، میبینید به این شکل. خب
اینا رو یه مقداری از هم جداش میکنم، وسط ظرفم قشنگ میچینم. این از این دیگه. الان وقت این رسیده که سسش رو من روش اضافه کنم. غذا من آماده شد. من بهتون اطمینان میدم با خوردن این غذا حتما لاغر میشید، ولی اگه رژیم غذاییتون رو 2 ماه نگهدارید، 2 ماه اگه طاقت بیارید. خارجی ها یه حرف خیلی قشنگی دارن، میگن just for today، فقط برای امروز. هر روز به خودتون قول بدید که فقط امروز رژیم بگیرید. یه روز به خودتون کمک کنید تا 2 ماه بشه. مطمئن باشید تو 2 ماه به اون وزنی که میخواید با این غذاها میرسید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید موفق و پیروز باشید. یادتون نره چنل من داخل یوتیوب آشپز باشی اگه فارسی تایپ کنید، و اون یکی چنلمون پرژین کوکینگ کورسه. تنها لطفی که شما میتونید به من بکنید اینه که فیلمای ما رو تو اپلیکیشن‌های دیگه به اشتراک بذارید و ما رو به دوستان خودتون ریکامند کنید. و یه مژده هم بهتون بدم، از یه چند وقت بعد دارم الان روی یه پروگرام کار میکنم، اونم آماده بشه حتما بهتون میگم و سی دی آموزشیشو در اختیارتون میذارم. خدایا رو نگهدارتون.